سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هستند. آقای شمس سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. زنده باشید. آقای شمس، چه افراد و سازمانها و کشورهایی در نتیجه بخش شدن اجرای این آتش‌بس سهم عمده‌ای داشتند؟ بفرمایید. خب اگر بخوایم به نقش افراد بپردازیم، مهمترین شخصی که در این زمینه تونسته نقش مهمی ایفا کنه شخص دبیر کل سازمان ملل هست که انصافا نقش مثبت ایشون چه در بحران یمن و چه در بحران غزه و کلا بحران‌های منطقه‌ای و جهانی ستودنی هستش. علاوه اگر بخوایم به سازمان‌ها اشاره بکنیم، در طی همین ماه‌های اخیر سازمان‌های متعددی از وضعیت بقرنج مردم یمن در زمینه‌های مختلف گزارش‌های متعددی تهیه کرده بودند. شبکه سیستم‌های هشدار قطعی زودهنگام چندی پیش گزارشی از وضعیت اسفبار مردم یمن ارائه داده بود. 22 سازمان حقوق بشر طی همین ماه‌های اخیر خواستار راه حل سریع برای ارسال کمک‌های غذایی به یمن شده بودند. سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی در گزارشی از وضعیت بقرنج بهداشت و ابتلای بسیاری از کودکان این کشور به حصبه و برخی از بیماری‌هایی که نیاز به پیگیری جدی داره اشاره کرده بود و همچنین برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد هم از وضعیت نابسامان غذایی در یمن اعلام شکایت کرده بود و به دلیل کاهش بودجه اعلام کرده بود که توانایی این که بتونه مردم یمن رو یاری بکنه نخواهد داشت. خب اگر بخوایم به کشورها هم اشاره بکنیم، قاعدتا نقش عمان که در تحولات و در مسائل منطقه‌ای نقش معمولا میانجیگرانه ایفا میکنه نقش مثبتی بوده. همچنین خود عربستان با توجه به برخی از ملاحظات خاص منطقه ای صلاح رو در این دیده که این صلح رو بپذیره و علاوه بر اون نقش ایران به عنوان حامی گروه حوثی ها هم میتونه مؤثر باشه. بله. که در این زمینه تونستن جناب شمس، تا چه حد دو طرف این ماجرا را به پایبند به این آتش‌بس می‌بینند؟ ببینید، چون متاسفانه دو طرف نمی‌توانند مستقل بیاندیشن و مستقل تصمیم گیری کنند و تصمیم گیری هاشون منوط به هم شرایط منطقه و هم حامی هاشون هست، نمی‌توان به پایدار بودن این صلح امیدوار بود. از یک طرف حوثی های یمن درگیر ماجرای اسرائیل هستند و به دلیلی که ایران از اونها حمایت میکنه گاهی اوقات مجبور هستند بر اساس سیاست هایی که از طرف دولت ایران اعمال میشه و به اونها دیکته میشه عمل کنن. الان پرتاب موشک از سوی حوثی های یمن به سمت اسرائیل و همچنین مسائلی که در دریای سرخ داره رخ میده، خب اینها تاثیرگذار هست و عربستان هم از اون طرفی به دلیل اینکه میخواد عادی سازی بکنه با اسرائیل، خب قاعدتا پس هرچند الان به دلیل بحران غزه مقدار این قضیه دستخوش توقف شده، اما به هر حال دنبال عادی سازی با اسرائیل است. اما ممکن هست به هر حال این قضیه صورت خوشی به خودش داشته باشه و امیدوار هستیم که تداوم داشته باشه. بله، آیا این امید وجود داره که گشایش برای مردم یمن و پایان مشکلات چندین ساله آنان پس از اجرای این توافق ایجاد بشه؟ ما امیدمون این هست که این اتفاق بیفته و همونجور که عرض کردم که سازمان‌هایی که نقش داشتن در به ثمر رسوندن این صلح، این پیمان صلح که از جمله برنامه غذایی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و سایر مراکز بودن و یمن رو جزو اسفبارترین کشورهایی ذکر کردن که چه از لحاظ بهداشتی و چه در
لحاظ قضایی وضعیت نابسامانی دارن. امیدوار هستیم پس از سالها مشکلاتی که معمولا تو درگیری های این چنینی مردم غیر نظامی و بیدفاع رو هدف قرار میده، مردم یمن هم بتوانند امکان یک زندگی عادی براشون فراهم بشه. بله.